تو این قسمت از موشن های قراره با هم یاد بگیریم که چجوری کامپوزیشن جدید برای خودمون بسازیم یا تنظیماتش رو تغییر بدیم و در رابطه با ساخت فریم های کلیدی و گراف ادیتور و ابزار ترانسفورمی یه مقدار صحبت سلام من احسان خداشناسم و توی پدلیست موشن در رابطه با موشن گرافیک و کار کردن با نرم افزار افتر برای معماری صحبت میکنم خب سری بریم داخل محیط نرم افزار و ببینیم در رابطه با چیزهایی که اسمشون رو آوردیم چیکار میتونیم انجام بدیم توی محیط نرم افزار هستیم جلسه قبل راجع به ورک و صفحه کاری صحبت کردیم توی این قسمت میخوام در رابطه با کامپوزیشن و ترانسفورم صحبت کنیم و راجع به فریم های کلیدی برای اینکه فریم یک کامپوزیشن جدید بسازید میتونید هم از اینجا هم توی بخش کامپوزیشن و نیو کامپوزیشن و یا با زدن کنترل ان رو صفحه کامپوزیشن سeting رو برای خودتون باز کنید. اولین کادر رو آیتمی که داخل اینجا میبینیم کامپوزیشن نیمه من یه اسمی براش میذارم مثلا احسان نکته اینه که تنظیماتی که اینجا هست رو شما میتونید دوباره تغییر بدین یعنی مثلا این اوکی بزنم همینجا همین پایین برای من یه کامپوزیشن به اسم احسان اضافه میکنه که دوباره میتونم خیلی ساده و با کلیک راست کردن روی و کامپوزیشن سeting رو زدن تغییرش بدم تنظیمات اصلیش اینجا یه پریست آورده برای من که پریست های مختلفی از فرمت های مختلف ویدیو رو به من نشون میده معمولا برای فضای مجازی یا صفحات مختلفی که دارن کار میکنن به عنوان آی جی تی وی مثلا یا توی یوتیوب و جای مختلف از اچ دی تی وی سی یا 25 فریم استفاده میکنن این فریم ریتی که اینجا نوشته رو جلوتر توضیح میدم در رابطه باش اینجا شما میتونید رزولوشن تصویرتون و فریم ریتش رو انتخاب کنید من همین اچ دی تی وی ده سی فریم رو انتخاب اینجا ابعاد کامپوزیشنتون رو نوشته به پیکسل یعنی الان من توی تصویرم توی این ده هشتاد هزار و هشتاد تا پیکسل توی ارتفاع دارم و هزار و, و بیست تا پیکسل توی عرض دارم اگه بخوام اینو تغییر بدم با توجه به نسبتی که اینجا تنظیم شده شونزده نو که اینجا نوشته این نسبت رو برای من حفظ میکنه یعنی من با تغییر دادن عرضم طولم هم تغییر میکنه. اما اگه بخوام این عدده در واقع ثابت هر کدوم میشه که دلم میخواد تغییر بدم بذاریم اشتباه گرفتم 1920 در 80 خب این تنظیماتش به هم ریخته دوباره برم میگنیم میشه 280 خب بچه ها اینو این رو نکنید HTV این این HTV که زدم الان نکنید ارزش 1440 در 80 این فهم میکنه HTTV 10 شده برم میخواب کردم میزنم برم 25 اوکی الان 1920 در ده شده من با تغییر دادن اینا دیدیم که عدد کلیم هم تغییر میکرد الان میزنم تو دو 1920 دوباره اگه بخوام فقط یکیشون رو تغییر بدم باید این لاک رو قطع کنم و حالا میتونم عددی که میخوام رو بهش بدم و نسبتش هم همینجا به نسبت تغییر میکنه دوباره برش میگردونم به 1920 و این دفعه قفلش میکنم آیتمی که اینجا هست پیکسل اسپکت در واقع ابعاد هر کدوم از پیکسل هایی که تو کادرتون تو کارتون هستش رو نشون میده شما میتونید تعیین کنید که این به چه نسبتی باشه مثلا یک دوم دو یا ابعاد مختلف پیکسلاتون چه شکلی باشه من مربعی رو انتخاب میکنم بذارم اینجا توی اینجا ما فریم ریت رو داریم فریم ریت در واقع تعداد تصاویری که توی هر ثانیه از ویدیوتون داره به شما نشون داده میشه الان برای رو 25 فریم میذارم رو همین بمونه و نوشته 25 فریم پر سکند اینجا رزولوشن رو نوشته بچه ها این رزولوشن رزولوشن نهایی شما نیست این رزولوشن در واقع کیفیت تصویری که شما در حین کارتون دارید نه خروج نهاییتون این معمولا برای اینکه بتونید کارتون رو سریعتر انجام بدید یا گیر نکنه ای بر اساس کامپیوترتون بر سیستمی که دارید بتونید رو تنظیم کنید مثلا رو فول هاف یا آیتم دیگه بس. من رو هاف بذارم که کارمو اذیت نکنه موقع انجامش اینجا یه استار تایم کد داریم که زمانی که شروع میشه کارتون رو نشون میده میتونه اینو جلوتر یا عقبتر ببره این برای کی خوبه مثلا شما یه ویدیو دارید می‌سازید 15 ثانیهش رو ساختید می‌خواید کامپوزیشن جدیدتون از ثانیه 15 به بعد شروع بشه میاد اینو تنظیم می‌کنید از ثانیه 15 دیوریشنش هم میذارید مثلا 10 ثانیه خب این کامپوزیشن پس از ثانیه 10 از ثانیه 15 تا 25 تون رو کاور میکنه من خب میخوام از اول کار شروع کنم بس میذارم رو همین صفرم. اما این دیوریشن دیوریشن زمان کل کارتونه بچه دقت کنید دو, سانی، دو تا عدد اولش ثانیه نیست اینو خیلی ها به مشکل میخورن دو تا عدد اول عدد فریم هاتونه یعنی تعداد فریمی که شما تعیین میکنید برای در واقع خورده اون هاتونه. اینجوری بگم بهتره مثلا من میخوام بزنم یک دقیقه میزنم یک دو تا صفر برای ثانیه‌ام و دو تا صفرم برای فریم ریتم فریم هام در نظر میگیرم اینا رو می کنم. میکنم میخوام این دفعه بزنم دو دقیقه و مثلا خورده ای بزنم دو دقیقه و 20 ثانیه و 21 فریم الان نوشته دو دقیقه و 20 ثانیه و 21 فریم و نوشته بیس روی 25 این 25 تعداد فریم های ماکسیموم یه ثانیه هم بود دیگه که اینجا تعیین کرده بود یعنی چی؟ یعنی اگه من 21 کم بشه 26 رفتم تو ثانیه بعدی دیگه الان 20 ثانیه هم اینجا کرده 21 و, و یه فریم هم به هم اضافه داده اینو پاک میکنم کلا میزنم 10 اوکی الان اره یه کامپوزیشن بر من ساخته و یه صفحه سفید بهم به داده این صفحه سفیده اینجا تعیین میشه رنگش بچه ها این بکراند کالر کالری نیستش که به شما توی خروجیتون نشون داده بشه یعنی الان اره اینجا اینکه خالیه فقط این صفحه سفیده رو میذاره که شما اشتباه نکنید یا یه جلوه, یه جلوه بسری براتون داشته باشه خالی نباشه اینجا میتونیم اینو بزنیم و کلا یه صفحه ترانسپرنت ببینیم پس این صفحه سفید سفیده توی خروجیتون دیده نمیشه خب من یه کاری وارد میکنم ایمپورت کردن تو سری قبل گفتم چه همین لوگوی که جلسه قبلا باش کار کردیم رو وارد میکنم میارم میذارم پایین بهم به نشون داده نمیشه چون خیلی بزرگه میذارم روی 4 درصد یه مقدار جابجاش میکنم میارم اینجا یه بک‌گراند هم براش در نظر می‌گیرم برای اینکه یه صفحه سفید حالا بسازم چیکار می‌کنم اینجا کلیک راست می‌کنم نیو سالید رو می‌زنم اینجا رنگش رو می‌ذارم روی مثلا سفید و این میک کامپ سایز رو که بزنم اندازه خود کامپوزیشنم هم برام یه دونه سالید می‌سازه و این سالید اومده بالای لوگوم دیده نمیشه لوگوم اینو میارم پایین از لوگوم یه دونه داپلیکیت می‌گیرم چه جوری یه کنترل دی می‌زنم لوگوم میشه دو تا می‌ذارمش پایین و به این شکل هم من دو تا لوگو چرا این کارو کردم میخوام بریم سراغ آیتم بعدی ترانسفورم بچا زیر هر کدوم از این آیتم هایی که اینجا دارید اگه بازش کنید یه صفحه اینجوری براتون باز میشه بزارید. بزرگ کنم بعد یه صفحه براتون باز میشه که یک دو سه چهار پنج تا آیتم توش آورده انکر پوینت پوزیشن اسکیل روتیشن و اپاسیتی راجع به همه اینا میخوایم صحبت کنیم من دو تا لوگوم رو با هم انتخاب کنم با شیفت بازشون میکنم و میام سراغ پوزیشنشون برای اینکه برم سراغ پوزیشن لازم نیست باز کنم برم تو ترانسفورم پیداش کنم پیرو رو, رو کیبورد بزنم اوکی. پی پیرو میزنم و اینجا تایم لاین هم داره نشون میده زمان هم داره نشون میده و اینجا در واقع لایه هم یه زوم بک میکنم اینجا رو با این آیتمی که اینجا هست عکس دو تا کار کوه داره میگه بزرگ بشه یا کوچیک بشه انگار زوم میکنه روی زمان من میارمش روی مثلا این حالت اینجا نوشته دیگه یه ثانیه دو ثانیه کل کامپوزیشن هم چقدر ده ثانیه یه که توی هم اینجا تعیین کردم توی اینجا کردم اوکی میکنی. خب الان روی پوزیشن این دوتا هم یعنی روی جایی هم که این دوتا قرار گرفتن هر کدوم از این آیتم هایی که توی افتر افکت هستن و کنارشون یه علامت استاب واچ به اصطلاح این علامت زمان سنجو هستش در واقع آیتم هایی هم که شما میتونید اونا رو توی زمان تغییر بدید یعنی یه سری تغییرات ایجاد کنید که اون براتون حساب کنه و اون جابجایی رو براتون نشون بده یعنی چی من روی این کلیک میکنم و با کلیک کردنم اینجا برام یه دونه فریم کلیدی ساخت یه لوزی برام ساخته اینجا این لایه که میام تو ثانیه دو و پوزیشن هم رو عددش رو تغییر میدم یه دونه دیگه از اون لوزیا، ها اون فریم های کلیدی برای اینجا ساخت بچه اینا چیه؟ این فریم کلیدی در واقع نقطه هایی که شما میخواید توی اون زمان اون اتفاق مخصوص برای اون شکلتون اون تصویرتون بیفته یعنی چی یعنی من گفتم کارم تو ثانیه صفر اینجا باشه توی این پوزیشنی که تعیین کردم باشه و تو ثانیه دو بیاد و تو این نقطه قرار بگیره و خب سیستم حساب میکنه که توی این اگر قرار تو ثانیه صفر اینجا باشه تو ثانیه دو اینجا باشه بعد تو ثانیه یک بین این دوتا باشه بعد تو فلانم اینجا باشه حالا شما میتونید حرکت هم تغییر بدید مثلا این خط رو میبینی با این دوتا تا آیتمی که اینجا هست میتونید این شکلی جهت حرکتش رو هم متفاوت کنید من برمیگردم به حالت قبلی میخوام خطم خط صاف باشه و اوکی آیتم بعدی که میتونیم توی ترانسفورم ببینیم اسکیل هست من این پوینت رو بعدا توضیح میدم اسکیل هست میام میبندم یه اسم میزنم که اسکیل برام باز شه کلیک میکنم تو ثانیه اولم اینجا باشه میام تو ثانیه دومم و کارم رو مقدار بزرگتر میکنم مثلا یا کوچیکتر میکنم میکنم دو درصد چون این کار من از اول بزرگ بود الان روی دو درصد و چهار درصد از اول کار روی همون صد درصد در واقع الان لوگوم یه همچین موشنی رو به خودش گرفته آیتم بعدی که اینجا میبینیم روتیشنه من دوباره لایه ها رو میبندم آر رو میزنم که باز شه بچه یه نکته ای اگر خواستین مثلا چند تا لایه رو همزمان باز کنیم مثلا روتیشن رو پوزیشن رو همه رو باز کنیم و با همین در واقع دکمه رو کیبوردتون اولی من آر رو زدم باز شد دومه که میخوام اضافه کنم اگه شیفت رو بگیرم مثلا پی رو بزنم پوزیشن هم من برام نشون میده میخوام اینو باز کنم که فرم فرم قبلی زمانش رو پیدا کنم چجوری این می‌کنم، میکنم مثلا روی این آیتم بزنم میره فریم بعدی بزنم میره فریم کلیه قبلی روتشن رو اینجا فعال میکنم میام سر سونی بعدی و میگم که کارم 360 درجه بچرخه بچه عدد اینجاست درجه است عدد این ور تعداد دوره یعنی شما اگه مثلا 360 درجه بچرخید در واقع یک دور چرخیدید اگه اینو من دوباره ادامه بدم دوباره میرسه به 360 درجه و دوباره از که رسید تعداد دورش بیشتر میشه برمیگردم رو همون یک دور کارم به این شکل الان نشون داده میشه به این شکل ببینیم آیتم بعدیمون که با تی نشون داده میشه روی کیبورد اوپاسیتی هستش توی ثانیه اول من صدم میزنم میخوام بیاد وسط کار یه بار کمرنگ شه به پنجاه برسه مثلا و پس در واقع همون شفافیت و قلزت تصویر و تو ثانیه دوم دوباره که پایان کارمه این دوباره سچ برای این هم دوباره صدش میکنم کیفره میشه فعال میکنم میرم ثانیه قبلی عددش میزنم رو پنجاه قبلتر صد ببینیم من چجوری شد کم رنگ میشه دوباره خب میتونیم مثلا یه کاری کنیم اسکیلشون هم تو ثانیه آخر دوباره اینجا مثلا کمترش کنیم بذاریمش رو همین سه درصدی که بود دوباره تو دو برش کردیم رو همون چهار فکر کنم اینجوری جالب میشه یه حس انگار رفته عقب کمرنگ شده دوباره برگشته جلو یه همچین حالا بچه ها، چرا از اول اومدیم دو تا لوگو کار کردیم چرا نیومدیم رو همون یه دونه انجام بدیم توی این کار میخوام تفاوت تفاوتی رو بهتون نشون بدم از نظر زمانی کار شما مثلا اگه اسکیل و حالا آیتم های دیگر رو نداشته باشه الان ما بر همه چیش تقریبا کی فریم گذاشیم پوزیشن اسکیل روتیشن و و اگه بخوام یه مقدار کارمون طبیعی تر حرکت کنه باید بیایم سرعت حرکتش رو یه مقدار مدیریت کنیم یه مقدار جابجا کنیم من پوزیشن رو از دو لایه نگه میدارم و روی یکیشون کار میکنم روی این پایینیه بالا یه رو میذارم همینجور که الان هست بمونم کی های ما کلا به چند دسته تقسیم میشن کی هایی که خطی هن به اصطلاح و لینیر بهشون میگیم و کی هایی که ایزینگ دارن و یه جورایی نمودارشون منحنیه این نمودار رو از کجا میتونیم ببینیم نمودار حرکتشون اگر روی اینجا روی این آیتم رو گراف ادیتور کلیک کنید یه نموداری براتون باز میشه اولین نمودار نمودار در واقع اندازشه اینو بر روی ادیت اسپید الان برای رو همین اول روی اسپید بود شما ممکنه براتون ولیو باشه بذارید روی اسپید و کارتون رو میبینید در واقع سرعت انجام کارتون رو میبینید من کیف پوزیشن رو کلیک میکنم و اینو میزنم روی این حالت یه مقدار میخوام فضایی که من نشون میده بزرگتر بشه خب حالا چیکار میتونم بکنم میخوام سرعت حرکت این رو مثلا توی یه نقطه های بیشتر توی نقطه های کمتر کنم اولا این آیتم رو میزنم آیتم نکنید آیتم ایزی ایز همین الان حرکت من یه مقدار متفاوت شد نکنید نشون میده که حرکت آیتم من درسته تو نقطه اول و آخر باشی یکیه خب بذار یه کاری کنم برای این راحت تر حس بشه کیفره ما اینا رو وردارم که فقط حرکت باشه که کامل درک بشه نا کنید الان آیتمی که پایینه لوگوی که پایینه حرکتش نرم یه بار با هم جدا جدا ببینیم این لوگو رو نا کنید. میاد و آخر انگار وای میسه مکسی. مکسش ناگهانیه اما یکی لوگو یه حرکت نرمتری به نسبت داره حالا این نرمیه رو شما باز میتونید تو اینجا با جابجا جا کردن اینا مدیریت کنید مثلا بگید سرعت تو اول کار بیشتر باشه بعد کم بشه نکنید اولش سریتر و بعد آروم حرکت میکن یا میتونیم برعکس بگیم که آقا اولش کارمون کند پیش بره آخرش تند بشه اول آروم یهو تند میرسه آخره کلا میتونید از نظر زمانی اینا رو مدیریت کنید یعنی در واقع از نظر نوع و فرم حرکت اینا مدید. یا میتونید بگین اول و آخرش کند باشه وسطش تند بشه ببینم چه جوری میشه یه هو تون میره و یه حرکتش رو کند میکنه روی اینجا هم با یه سری نقطه بهتون نشون میده که با این نقطه های ریز نشون میده که تراکم خطوط تو کجاها بیشتر و کمتره آیتم بعدی که میتونید در نظر زمانی و مدل حرکت تغییر بدید آیتم هولد هستش من دو تا کیفریم من انتخاب میکنم کلیک راست میکنم روشون اینجا نوشته تاگل هولد کیفره. ببینید چی میشه لوگو تا زمان ثانیه دوم تو اینجا میمونه و بعد تو لحظه دوم میپره میره سراغ نقطه بعدی اینو کجا میتونید استفاده کنید توی جاهایی که میخواید آیتمتون و شکلتون تا اون لحظه تغییری نکنه و یهو بره سراغ نقطه بعدی یا مثلا میشه با اپاسیتی کارهای جالبی انجام داد مثلا بگیم اپاسیتیش رو توی ثانیه اول صد نگه دار بیا تو ثانیه یک صفر شو تو ثانیه دو صد شو تو ثانیه سه دوباره صفر شو حالا بعد میتونه همین همینا رو دوباره کپی کنیم یه ثانیه یه ثانیه تغییر بدیم و حالا با انتخاب کردن همشون و گذاشتنش روی hold کی فریم ببینیم چی میشه یه حالت چشمک زن یا یه همچین حالتی به خودش میده میتونیم پس از طریق تغییر دادن کی فریم همون به صورت هولد حرکت اونا رو لحظه ای کنیم ناگهانی کنیم به جای اینکه بیاد توی تایم های مختلف تکرار بشه البته اسکریپت های مختلفی برای مدیریت کردن این کی فریم ها و در واقع مدیریت کردن مخصوصا سرعت کی فریم ها هستش که توی قسمت بعدی ما میخوام در رابطه با موشن تو و نحوه تغییر دادن خیلی راحت تر این سرعت و این زمان بندی ها با هم دیگه صحبت کنیم امیدوارم که از دیدن این قسمت لذت برده باشین توی قسمت های بعدی فکر کنم یکی دو قسمت دیگه ما مقدمات کار کنیم و بریم سراغ پروژه اصلی اصلی معماری ممنون میشم که اگر این مدل محتوا خوشتون میاد دو تا کانال ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و بهتره که ویدیو رو توی یوتیوب ببینید حمایت از ما میشه خدا نگه